بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. فعالیت نمایندگی‌های سیاسی در کابل و حضور دیپلماتیک کشورهای خارجی در افغانستان به یکی از مهمترین مباحث روز تبدیل شده است. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارات اسلامی، در اظهارات اخیر خود فعال شدن این نمایندگی‌ها را گام مهم برای حفظ و توسعه روابط با افغانستان عنوان کرد. از سوی دیگر، رئیس شورای مهاجرت ناروی از دولت خود خواسته تا فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در کابل سرگیرد. این موارد نشان دهنده اهمیت بالای مسئله برای بازیگران داخلی و خارجی است. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر این مسئله و پیامدهای آن برای آینده افغانستان بحث می‌کنیم با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، محترم محمد یاسین حبیب، که ایشان از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب حبیب صاحب محترم، سلام، وقت شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از اینکه به برنامه ما فرصت گذاشتین. تشکر، بخیر باشین. جناب حبیب صاحب، با توجه به شرایط فعلی افغانستان، از دید شما چه عواملی میتونه کشورهای خارجی را به فعال سازی مجدد نمایندگی‌های سیاسیشان در کابل ترغیب بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طور که هموطنان عزیز ما در جریان هستند، امارت اسلامی افغانستان بعد از 20 سال مبارزات مسلحانه سرانجام بر جغرافیای افغانستان حاکم شدند و دست به ایجاد دولت اسلامی و تحقق شریعت قرآن محمدی شدند. طبعا دیگه که ایجا دینامیک یک شرایط دینامیک یک موقع استقبال جهانی که اونا با اسلام و مسلمانان در تضاد و مسلمانان واقعی در تضاد هستن، با اندیشه های ناب محمدی و اسلام اصیل سخت دشمنی دارن. هرگز حضور یک دولت اسلامی را و تحقق شریعت ورای محمدی را در یک نقطه روی زمین تحمل کردن نمی توانن. و می اساس است که امروز امارت اسلامی به ایجاد دولت اسلامی متوسل شدن و شریعت ورای محمدی را تحقق شریف دست گرفتن، که با مخالفت های مختلف در چهار گرد گوشه جهان به خصوص غرب و کشورهای اروپایی اینا مواجه هستند. با کمال تاسف که تا کنون امارت اسلامی را هیچ یک از کشورها، حتی کشورهای اسلامی، حتی همسایه های ما به رسمیت نشناختند. این بسیار جای تاسف است و بیشتر این مشکلات سلیل این عمل نادرست و این رویه خراب جهانیان ملت مظلوم افغانستان متعامل میشن. فقر و مشکلات و گرسنگی و ضعف اقتصادی را این ملت مظلوم بیچاره متعامل میشن. این ملت با مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان هست. من همیشه طریق رسانه ها به کشورهای دنیا گفتیم که به خاطر خدا، به خاطر مردم مظلوم افغانستان، شما با امارت اسلامی تعامل بکنین. امروز یک واقعیت عینی هست، این شما بخواین یا نخواین، شما یا خوش باشین یا نباشین، امروز اینا یک واقعیت عینی هستن. 99.5% اراضی افغانستان را دستشان است. در 99.5% اراضی افغانستان امنیت آوردن، ثبات آوردن. یک واقعیت عینی این که در صفحات مجازی بعضی چیزهای را نشتر میکنن ولایده دفت است، ولی واقعیت در واقعیت عمر امروز در 99.5% اراضی افغانستان امنیت، ثبات، آرامی، ختم جنگ وجود دارن. مردم همه امنیت زندگی آرامشان پیش میبرن. من تا چیزی که ملت افغانستان هم، ملت مسلمان و مظلوم افغانستان رنج میده و مشکلات های گوناگون و واجه ساخته ضعف اقتصادی هست و می خاطر است که در گذشته ها اینجا مؤسسات خیریه بود، مؤسسات کمک رسانی بشر دوستانه وجود داشت، به هزارها هزار جوان
های افغان در اون مواصفات کار میکردن، ماش داشتن. به وقتی که به هزارها هزار لک ها بنی اصحاب بود که وضعیت اقتصادی مردم خوب بود و مجرد ایجاد امارت اسلامی، برقراری حکومت امارت اسلامی، اکثریت از کشورهای دنیا همون نهادهای خیری خود در افغانستان بستن و نه امنیت وجود داره، ثبات وجود داره، آرامی وجود داره، ختم جنگ وجود داره. مثل که در گذشته در کابل همه روزه ما شاید عملات خونین بودیم، جنگ ها بودیم، ولی حالا لله الحمد این چیزا به کجا دارید رفته، جنگ نیست، ناامنی نیست. یه عمل آشی از عدم همکاری کشورها هست که تشکر. جناب حبیب صاحب، شما نقش همین نمایندگی های سیاسی را در تقویت دیپلماسی و ارتقای رابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و سایر کشورها چگونه میبینین؟ والا یک چیز خدمت شما عرض بکنم که امروز این خود اقدام بسیار نیک است که اگر بتانه رهبرهای محترم امارت اسلامی، خصوصا مسئولین و دستاندرکاران، مسئولین و دستاندرکاران در این قسمت با جهانیان با بعض از کشورها تعامل بکنن، یک مراوده بکنن، یک تعامل بکنن، روابط خود نیز بسازن. دیگه در این اساس میشه که بعضی کشورها، خصوصا کشورهای همسایه را، مثلا کشورهای آسیای میانه و چین، ایران، روسیه، خراسان، یعنی موزیگیری در قبال افغانستان در یک عطر زمان خصوصا در این موزیکی ها بسیار خوب شده. این تعلق داره به تحت تلاش رهبرهای محترم امارت اسلامی، مثلا قطر، کشورهای بعض کشورهای عربی را اینا به تقاید بسازن. یعنی نقش از اینا در برقراری باز شدن یا فعال شدن نمایندگی های دیپلماتیکیشان در افغانستان خیلی اثرگذار هست، خیلی مؤثر هست. این خیلی به سود جامعه ما، به سود مردم مظلوم شکم گرسنه و پا به رحمی ما هست. اینجا دیگه اینجا باید اجرا وزیره می کنه که رهبرهای محترم امارت اسلامی باید اینجا توجه جدی داشته باشن، زحمت بکشن زیاد در یک قسمت فشاری کنن و خلاص. تشکر. جناب حبیب صاحب، شما خود قبلا هم اشاره کردین با توجه به امنیت موجود در افغانستان که حالا در بخش امنیت و دیگر بخش ها پیشرفت های صورت گرفته، اگر نمایندگی های سیاسی دیگر کشورها هم در افغانستان فعالیت خود را آغاز بکنن، این چقدر میتونه بر دیگر بخش ها هم، مثلا با در بخش توجه به بازسازی زیرساخت های افغانستان یا دیگر بخش ها مهم و اثرگذار باشه؟ ببینید جناب محقق صاحب، اگر کشورها، کشورهای دنیا، کشورهای منطقه یا کشورهای دور و نزدیک در افغانستان نمایندگی های دیپلماتیکی شان را باز بکنند و همچنان به ایجاد اونمو نهادهای خیریه به اصطلاح کمک رسانی متوسل شوند، بناف کشور ما، بناف مردم ما. مثل گذشته ها که مثل ما پیشتر یاد کردم که اینجا دفاتر نهادهای خیریه باز بود، به صدها هزارها جوان کار میکردن، ماش میگرفتن، زندگی خود را پیش میبردن و وقتی که طبعا نگم کار باشد، زمین های کار باشد، جوان های ما، مردم ما مصروف کار باشند، وظیفه داشته باشند، یعنی هم زندگی خودش هم خوب و هم یعنی وضعیت جامعه ما بسیار خوب است. مثلا کار کسب کسبه کارا و دکاندارا و همه روزگار و مردم خوب میباشه، با امکانات پول، امکانات کار، امکانات معاش، معاش به هزارها هزار یا لک ها هموطن ما که دارای کار باشن، دارای یک کسب و مصروفیتی باشن در یکی بعض ادارات. این خیلی مؤثر است که اگر امارت اسلامی در برقراری تعاملات با کشورهای دور و نزدیک فعال باشن، همکار باشن، این خیلی به نفع مردم است.
بلاف مردم است، بلاف جامعه، بلاف محیط ما، بلاف جوانای ما، جوانای آگاه، جوانای بیدار، جوانای هوشیار، جوانای تحصیل یافته، جوانای کتاب، جوانایی که واقعا این درک دارن، احساس دارن، اندیشه دارن. این وقتی که در جای مسئول یک کار می باشن، مسئول یک کار کس می باشن، در یک از دارت برای ماش می باشن، اینجا وضع بسیار روز به روز خوب می شن، وضعیت خوب می شن، وضعیت اقتصادی. من امیدوارم که رهبرای محترم امارات اسلامی در برقراری تعاملات، روابطشان، همکاری هایشان با کشورهای بیرونی اکتیف و فعال شوند و سعی ببرزن، کوشش کنن که در شکلی که میشه کشورهای همسایه را، کشورهای دور و نزدیک را، کشورهای منطقه را متقاعد بسازن که تعامل بکنن، همکار باشن. تشکر جناب حبیب صاحب از اینکه به بحث ما فرصت گذاشتن. شنوندگان محترم، ادامه یه بحث را پس از یک وقفه کوتاه شنونده باشید. اگر نمازگزار می دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت. راننده های محترم، در هنگام رانندگی استفاده از موبایل خلاف قانون ترافیکی می باشد، لطفاً توجه داشته باشید. هموطنان عزیز، نظافت جز ایمان است. بیایید در نظافت خانه، محل کار و شهر خود توجه کنیم تا به امراض گوناگون مبتلا نشویم. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم شد. دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند جل جلاله نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه الله جل جلاله است. اطفال سرمایه کشور ماست، بیایید به نظر آنها احترام و به آنها توجه داشته باشیم و به تربیت آنها بکوشیم و از رفتاری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آنها داشت داشته باشیم تا در آینده بار دوش نشوند و خدمت به کشور خود نمایند. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم کردید. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. دا اوریدونکو او مسئولینو سره خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش پروانه و سلور دیرش پروانه کی بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، دوباره به ادامه بحثمان خوش آمدین. جناب محترم محمد یاسین حبیب در برنامه با ما وصل هستند. جناب حبیب صاحب، می‌خوایم بپرسیم که ما چگونه می‌توانیم از حضور دیپلماتیک کشورها برای تقویت بخش آموزش، بخش صحت و دیگر بخش‌ها بهره ببریم؟ جناب محقق صاحب، مثل که گذشته در وقت 20 سال گذشته همین قسم حضور بعضی از نهادهای بیرونی مربوط ملل متحد در بخشای مختلف، در بخشای تعلیم و تربیت، در بخشای صحت، بخشای زراعت مثلا و در بخشای آموزش امور عرفی همکاری ها داشتن و بگم آن هم نیست که
مثل که من قبلا هم عرض کردم این تعلق داره به زیرکی و پراست و هوشیاری و آگاهی دست اندرکاران امارت اسلامی که چه قسم بکنه، اولم کشورهای همسایه را، بعدم کشورهای منطقه را، بعدم کشورهای دور را متقاعد بسازن که با ما همکاری بکنن، اینجا نمایندگی های دیپلماتیکیشان را باز بکنن و دنبال از او بعض ادارات خیریه و نهادهای خیریه سالا در کشور ما باز بکنن، فعال کنن، اینجا مردم مظلوم ما را در بخشهای مختلف تعلیم و تربیه و آموزش امور عرفانی و زراعت و صحت و اینجا با همکاری بکنن کماف سابق. اینجا دیگه رول و رسالت دستندرکاران امارت اسلامی خیلی مهم است، خیلی اساس است، خیلی اثرگذار است که اینا با حوصله‌مندی و یک روحی واقعی صبورانه بتانند این کشورها را متقاعد بسازند، این کشورها را راضی بسازند و بنی اساس. شما بهتر می‌فهمید که بعضی کشورها اهداف مغرضانه در قبال وطن ما شما دارند، بعضی کشورها حتی روی نمون که نمیتونن که فشار بالای رهبرهای امارت اسلامی وارد کنن تا از طریق همون فشار انیال شومشان را بالای رهبرهای امارت اسلامی تحمیل بکنن. اینا فقط دست به تبلیغات و ضد امارت اسلامی میزنن. فلحاظ در این مت برهه اساس از زمان این وجیبه و رسالت را لیاقت درایت دستندرکاران امور هست، امور امارت اسلامی. تشکر جناب. باید که در شکل باشه نارا متقاید جناب حبیث، اونا تعمل بکنن همکاری بکنن. شما چه فکر میکنین؟ حالا به نظر شما کدام کشورها بیشترین تأثیر را در قسمت بهبود روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک دارن؟ جناب محقق صاحب همیشه گفتیم همسایه‌های ما و همچنان کشورهای منطقه و همچنان کشورهای اسلامی، همچنان کشورهای عربی، اینا میتونن اول در قدم اول همسایه‌های ما مثلا ایران است، پاکستان است، چین، کشورهای آسیای میانه، بعد کشورهای منطقه مثلا روسیه هست، چین است، هندوستان هست، مثلا کشورهای منطقه قطر هست، کویت هست. این کشورها میتونن که افغانستان در رفع مشکلاتشان همکاری بکنن و در قدم اول نمایندگی های سیاسی شان در افغانستان باز بکنن، بعد هم نهادهای بشردوستانه خیری شان باز بکنن کماف سابق به همکاری های خود ادامه بتن. این خیلی به نفع مردم است، به نفع کشور ما هست. اینجا دیگه وضعیت مردم خوب میشه. اینجا مشکل مردم هست. باور بکنی جناب آقای محقق که ما در اکثر رسانه ها گفتیم که بنی کشورهای دور نزدیک گفتیم که اگر شما این خوش نبرین امارت اسلامی را، ملت افغانستان خوش دارین، به 40 میلیون ملت مسلمان مظلوم هست اینا به اطلاع آیا اینا حق زندگی ندارن؟ شما دیگه به خاطر از این که بتانین امیال شوم طالبانای امارت اسلامی تحمیل بکنین، دشمنی طالبان ملت افغانستان انجام میتین، دشمنی طالبان مردم افغانستان شما انجام میتین، در حالی که علامه اقبال لاهوری گفته که خود تلسیح افغانستان کرده که اگر در افغانستان امنیت باشه، ثبات باشه، آرامی باشه، این موجودیت امنیت ثبات آرامی در افغانستان و مسابه موجودیت آرامی و ثبات در منطقه و در دنیا هست. اگر اینجا نارامی باشه و ثباتی باشه، این در حقیقت سرایت میکنه به کشورهای همسایه و منطقه و دنیا. و میشه این رو تجیبی گفتیم که باید این وضعیت مردم افغانستان همیشه در محراق توجه جدی جهانیان بخصوص کشورهای همسایه و کشورهای منطقه باشه. بله جناب سیب، حالا چه فکر میکنین که اگر نمایندگی های سیاسی کشورها در کابل فعالیت خود را، اگرچه به کشورهای زیاد نمایندگی دارند در افغانستان، ولی اگر کشورهایی که تا هنوز نمایندگی های سیاسیشان فعالیت هایشان در کابل باز آغاز نکردن، اگر آغاز بکنن، چقدر میتونه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان اثر گذار باشه؟ تا جایی که ما مطالعه میکنیم، من نیست یک تجزیه سیاسی، من وقتی بررسی میکنم
وضعیت خوب شده میره. کشورها یکی پایدگی خصوصا این موجودگیری خوب و مثبت روسیه در قبال افغانستان، اظهارات خوب نیک درست انسان دوستانه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه در قبال افغانستان، در قبال امارت اسلامی، در قبال مردم افغانستان یک ذره وزر خوب ساخته، وزر نیک ساخته، وزر درست ساخته. بنی اساس بعضی از کشورها یک پایدگی این سر میوازن که تا شاد با امارت اسلامی خوب سازم، درست بسازم. مثل که من هم پیشتر در خدمت شما اون خواهی که دستندرکاران محترم امارت اسلامی به حلیسار خیلی فعال باشد. این خیلی خوب است اگر این مثل که کشورها نمایندگی های دیپلماتیکی شان از سیاسی شان در افغانستان باز کنند، فعال کنند. هم به مردم ما خوب است، خصوصا هندستان اگر قرار است که هندستان فعال کنند خوب است. مثلا این مثل ایران و مثل چین و مثل پاکستان این بعضی کشورهای آسیای میانه اینجا درست بسازن و ترکیه فعال بسازن، که ترکیه هم نیمه فعال است، خوب است انشالله. اینی که کشورها یکی پای دیگه که نمایندگی هایشان در کشور ما فعال و اکتیف بسازن و خب خود نهادهای کمک رسانی و بشر دوستانیشان فعال بسازن، مسائل تجارتشان در افغانستان رونق ببخشن و فعال بسازن. و اینجا دیگه رهبرهای محترم امارت اسلامی هم به این قسمت بسیار توجه بکنن. تشکر. انشالله وضعیت سرمایه گذاری یعنی کشورهایی که در افغانستان نمایندگی هایشان دوباره مجددا فعال ساخته، مثلا جاپان یکی از کشورهای بسیار خوبی است که میتونه که در برقراری مناسبات بین افغانستان و دیگر کشورها هم رول بازی کنن و هم خودشان اینجا مسئولیت داشته باشن. لله الحمد جاپان هم خیلی امیدواری هست که ولی نمایندگیشان اونا فعال کردن و فعالتر بسازن و همچنان این مناسبات تجارتی و اقتصادیشان هم در افغانستان اکتیف و فعال بسازن که انشاءالله در حالت اکتیف ساختن و فعال ساختن است. اینجا خیلی وضعیت خوب میشه، وضعیت درست میشه، یک امیدواری برای مردم هم پیدا میشه یک امیدواری هم به مردم پیدا میشه که واقعا دیگه کشورها این در حال باز شدن باز کردن مجدد یا فعال کردن مجدد نمایندگی های دیپلماتیکیشان در افغانستان میکوشن. این یک امیدواری یک زلزله امید در دل روح و روان مردم بیچاره و ازابیده و رنگ کشیده افغانستان پیدا. سرزا تشکر جناب حبیب سیب از این که به بحث برنامه ما فرصت گذاشتین و شنوندگان محترم از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بینش و پرسش بودن که بحث داشتیم با محترم محمد یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی در رابطه با آغاز فعالیت نمایندگی های سیاسی برخی از کشورها در افغانستان. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.